گروهی تعجب کردن، گروهی به تکاپو افتادن و گروهی به خاطر فضولی زیاد دستگیر شدن. خب لابد این اتفاق چیزیه که اگه آدم واسش زندون هم بره میارزه. بیشتر از نامی ازت. سلام، سلام. در این تابستون یک مرتبه زندگی اخمو خندید به روی دیلماج، اما فقط به روی اکبر دیلماج، نه به روی زن آپارتیش. پیر افریته، مگه شهر هرته؟ و خواهر دردوش. هرت یا غیری هرت، تار دیواری و اختیاری. تشکر کرد. بسیست، اینقدر خجالت هم ندید. مادمازل، بنداز گلش. از همین لحظه شکاف در روابط اونها ایجاد شد و مسئله خودنمایی کرد به نام هاوو. هاوو؟ هاوو چی هست؟ نمیخوام اصلا نصفه دو زن نشون نده بیا جلو. کاترین جونم، اینم ملی جون، زن اولی بنده است. بله بیا جلو. هاوو مال من؟ بله. خیلی خوشوقت از اشنایی. بیا جلو، دست بده. نمیخوام بابا، نمیدم. بیا جلو، دست بده. آخو ریزی نکن زن. اصلا نجسه باش دست نمیدم. نجسه تا پادس خوب بهش دست بده دیگه. بیا جونی امید، یه دومی برای ضعیفه تکون بده. خب نیستم. لا اله الا الله، بابا چون مگه زوره؟ در تابستان سال 1352 تمام اهالی اصفهان جمع شدن روی پشت بون خونه اکبر دیلماج. اما اکبر دیلماج تو خونه چه خبره که همه موندن حاج و باج؟ ایوا خاک عالم. با وجود این زن شلخته و شتره، اکبر دیلماج حق نداشت که به فکر یه زن دیگه باشه. یه زن مثل دختر شاه پریون، دختری از دیار فرنگ. و اون وقت در مسابقه دلبری و عشوه‌گری چه کسی پیروز میشه؟ این یا این، شرق یا غرب. هر کدومشون پیروز بشن، کیفی بر کیف‌های اکبر دیلماج اضافه شده. آخرین اسلحه قرمه سبزیه، با اون بویی که گشنه‌ها رو بیهوش می‌کنه. قرمه سبزی اسلحه شرق علیه خوشمزه‌ترین غذای غرب، ساندویچ خرچنگ. این است دردسرهای اکبر دیلماج در مقابله با یک هلوی فرنگی و دو تا سیب زمینی وطنی. اکبر دیلماج. بذاری من دوره دون بگردم، شما چرا؟ بسیار خوب، من شما قبول کردم. خسرو به پرویزی، کارگردان نوپرداز سینما، این بار در شهر توریستی اصفهان شما رو به مشاهده یک حادثه عجیب میبره. قبل از هر چیز شما با یک خوشگل فرنگی آشنا میشید و بعد با کسی که شغلش دیلماجیه، یعنی مترجمه. جناب مترجم به غیر از زبون زرگری هیچ زبون دیگه رو بلد نیست. تو مرگم بده، داره چی کار میکنه؟ اکبر دیلماج حالا که یه زن خوشگل همراشه در هر مجلسی جا داره. یک داستان نو از خسرو به پرویزی و با یک هنرنمایی درخشنده از ارحام صدر، ایران، دیانا به همراه هوشنگ عدیدی، اسکندر رفیعی، خلیل قفاری، اسماعیل خندان، مهرام صدر و با معرفی یک استعداد نوشکفته، کاترین. آه مادمازل کاترین، حال شما خوب هست؟ ببینم شما اینطور لخت و پتی هستین یه وقت نچان. آه من خیلی خیلی فوری شوهر ایرانی لازم. خودش سرکار بگیرینه. اکبر دیلماج. به بادگساری رندان برای مست کردن مرد و قاپیدن دزد زن و وارونه شدن قضایا. نظری به شبهای تار و گرمی مزاج یار و البته سرانجام کار. اکبر دیلماج در جهنم، اکبر دیلماج در بهشت. یک فیلم طنزآلود، شیرین و نیشدار. اکبر دیلماج، فیلمی به کارگردانی خسرو به پرویزی، محصول رودکی فیلم. اکبر عالم بی‌نوا
سردرگری نکن.
باید مرد و مردونه با آخر برسونیمش. خب ننه گلی، کاغذ پاکت چاپی با خودت آوردی یا نه؟ آره آوردم ننه. آره بیچاره دخترم خیال میکنه مادرش تو هتل هیلتون زندگی میکنه. هتل هیلتون، اما در هیچ هتلی تو این دنیا این همه انسانیت و گذشت که تو شماها هست وجود نداره. آره بابس خوش باشه. خوش باشیم ولی ساکت هم باشیم. مثلا اگه ساکت نباشیم چی میشه آقا؟ شما امشب اومدین تو این کافه که خوش بگذرونیم، بهتره که دنبال درد سر نگردیم. در چه؟ بود و مهندس حسن داده هواشه شد درد نگردیم دوده درد نگردیم درد نگردیم درد نگردیم درد نگردیم درد نگردیم درد نگردیم درد نگردیم. من امشب جور شما رو میکشم، برو راحت باش. بزن الان شادت میکنم، دوباره یادت میکنم، رقص به این با نمکی، دلم میخواد به من بگی ماشالله ماشالله ماشالله. این صفا بکن رقص و ببین حیا بکن، دلق و برو صدا بکن، دید بزن و نگاه بکن، ای والا ای والا ای والا. میگی غمناکی بده دهال بکن، به دلت رفت غم و ملال بکن، پاشو با ما عزیزم تو را بیا، نگو که ای بیام همین حالا بیا. از تو میپرسم بگو ای آشنا، احساس کو ها بگویم شرح غمهای درونم مو به مو. اما thank you.
بکنی دنبال غم نگردی، ولی ندادی خبر از من که چرا چنینم، میخوام خودم غم بخورم تا تو را خوش ببینم. الان شادت میکنم دوباره یادت میکنم، رقص به این با نمکی دلم میخواد به من بگی ماشالله ماشالله ماشالله. بشین صفا بکن رقص و ببین حیا بکن، حلق و برو صدا بکن، دید به زنان نگاه بکن، ای والا ای والا ای والا. چی بگم؟ پدر من یه روز صاحب همین کاباره بود، حالا خودم مجبورم برای یه لقمه نون بیام اینجا آبونم. چرا؟ من چه اتفاقی افتاد که پدرت کافشو از دست داد؟ از دست نداد، بلکه از دستش گرفت. بله، اینجا و خیلی جاهای دیگه از مدتی پیش شروع کرد به قمار، هرچی داشت و نداشت باخت. باعث تمام بدبختی های مام همین تیمور رئیس این کافه است. اون پدرم آلوده کرد به قمار. تیمور؟ همین که همه بهش میگن رئیس، این ناکس رو من میشناسم، از اون نالوتی هاست. ولی درست، امشب هم پدرم آخرین ثروتشو، یعنی قباله خونه ای رو که توش زندگی میکنیم برده که با رئیس قمار کنه. شاید هم تاله اونو باخته بشه. نمیدونم دیگه از فردا کجا باید بخوابیم. ببینم میتونیم منو ببری اونجا پیش رئیس؟ برای چی؟ خدا رو چه دیدی؟ شاید تونستم یه کمکی به پدر پیرت بکنم. قصه نخور، بیبریم. آخه خب، تا سه دنگ از خونه رو باختی پیر من. سر سه دنگ دیگهش بازی میکنیم آقای رئیس، باشه؟ خیلی خب، محمود برقا رو بر بزن، تو هم یه چک مطابق قیمت خونت بنویس. اگه باختی فردا که تو معذر خونه رو به اسم من کردی، چک تو بهت پس میدم، خوبه؟ منم دو کارت. تو این پس تو چه خبره دوکی تو؟ نمیدونم. پدر بلند شو پدر، بازی نکن. بسته دیگه، اگه این خونه رو به بازی دیگه کجا زندگی کنیم؟ بلند شو، برو کنار، بلم کن. رست. بله دیدم. پولشو، پول آس. خدای من، نابود شدی. بلند شو پیرمرد، بلند شو دیگه، بسه. آخه تو که زورت به اینا نمیرسه بند خدا. پولی هست چیه دوکی تو؟ به نظر همون پولکس مهندس. خیری فهمی شد سامون. بیا بریم پیرم، اما کجا بریم؟ ما که همه چیزمون از دست دادیم. بذار یک کمی بشینه حالش جا بیاد، آخه بدبخت یخته احتیاج به استراحت داره. خب بازم که گل شانس به دستت داری حسین آقا. آره، امشبم میخوام ازت ببرم. خب ببر، ما که حرفی نداریم. تو که هرچی بده کار بودی دیشب بردی، حالا میخوای بازی کنی باید پول رو کنی. اینم پول. چقدره؟ 350 تومن. با 350 تومن بازی نمی کنم. دکتر چقدر پول داری؟ 230 تومن دارم. بدش بیا. این 220، اینم ده.
مهندس تو چقدر داری؟ ما یه دیبیسی چوقی داریم فدای سرت میکنیم بفرم خواب میشه حدود 700 تومن یه دست میزنیم 6 و 7 بده باش دیگه تو قیافه شنه و هنه که بود نی؟ تو مهندسی از ما میپرسی؟ خب دیگه سلام و مصلحت کردیم از شما بپرسیم چرا اینقدر لپتش میده؟ بدم من میدم تو نازی هم بانکو رد کن یه کارت دیگه برو باز خودت گفت برو باز خودی دوستن آقا دیده شد خواب بازم میکشی ها؟ به تو مربوطی نیست صبر کن مستی خیره من اگه جای تو بودم ها بلوف نه هرچی میلته گلی بکن گولی بکن از تناخ جونم حسینی زنده با زهر مار آمده گلت بکی اگه بازم بخوای بانک بذاری میتونی البته که میذاره این آخ حسین آقا بذار بانک هزاره بردی بیشتر چرا حسین آقا بیشتر میخونم بانکو بده یادت باشه 3 کارت گرفتی یا پاره از گرفتم بح سوختم یه ست آبیک میبینی بگو دو ستیلی برم منم سودم چیه اون موقع که میبری عصبانی نمیشه نمینا پا نه جونم چه که دیگه مردان هستن یالا با همه اینا زندگیم برای همیشه از دست رفت خب بدم نه این دفعه من برم میدم بفرما تو بده بری بابا، بزد آقای سیرار میکنن که بیدن باید یه دست بیشتر بازی نمی کنیم با همین برق باید بانکو بخون نفهمیدم، این دیگه چجور بازیه نمیخوای بازی نکن باشه، بانکو حسین آقا بازی نکن پاشو پولا رو برده بری تو دیگه کارگر تو نیست درست حرف بزن و الا دستم بی تربیت میشه مولی تپت شدی یا خریب همت بکنی بده به من بانکو ناکه تریپی بزنه بشه مثل بچه آدم بازی تو با پولی تو ببازی دیگه ورق نمیخوای؟ تو چی میگی؟ بگیرم یا نه؟ آره بگی نه برو واسه خودت آره واسه خودت کنی سرتو بده شده ده شده ده بازی ده چونو ده ده حالا یه پنلوی میخواد یه پنلو نداری همین 16 17 داداش صبر کن یه دست دیگه هم بازی میکنی نه دیگه میخوام برم به این زودی جا زدی خیلی خوب سر چی؟ هرچی تو بخواد نه حسن آقا ببرم باشه پریده شم این مزاهم رو بندازونش بیرون یا نه خری خود آیس ببینم نه کتا بیباتر بلش کمانده بله خب بلش کنی خب بازی میکنی یا نه آره چک و همه پولا رو میذارم سر خونه و سدان کاباره بازی میکنی به کاباره چه کار داری؟ پولی بازی میکنی؟ نه تو همه این خونه و کاباره رو تو قمار از این پیر مرد بدبخت بیچاره بردی اگه قرار باشه ببازی باید همونا رو به من ببازی اره باشه قبول دارم تا من ورقا رو بر میزنم تو هم چکو بینویس اره بابا چکی بنویس چکی بنویس من از نصف کاباره تو قطع گرمه زودتر تو رو
خدا دیگه مواظب باش. بده، بده من ورقه رو. بهش بده ببینم چه غلطی میکنه. حالی خب بگی. یا این مردی بازی کن. گفتی اگه چی هستی؟ ده من کریه، گفتم اگه مرده بازی کن. این یا روه خیلی کلکی بزنی آره؟ چه قد سیگاره قشنگی داری رئیس؟ اما گل من از مال تو قشنگ ریخته شو. ورق بده. یه این مردی حالا ورق بده. ای نوکاب میمونه چیچین مردی؟ چیه؟ چرا تو ورق نمیخوای؟ چرا؟ یک دیگه بده. شد سه تا. دلی ماش نخواستم. چی خواهد به یارو حرف بزنی؟ برو باز خودت. یعنی برو گم شو باز تو خودت. اوخ اوخ شد دیده. یه هشلو بکشم. به شد شونه ده. شونزه است رئیس. یه پهلوی میخواد تو چی تو؟ بابا مهندس 21 پهلو نداره. من جای تو بودم نمیکشیدم. واسه اینکه تا اینجا بردی. سرشت باش. خفی خونی بگه. میل خودته. آقا دارد بکش. دره باست پلش که بره. جورم زد باد آفه. زد باد رئیس. گفتم که نکش بردی. بفرمون رئیس. 15 است. بازم بازی میکنی؟ امشب دیگه نه. مهندس همه اینا رو بردار. بالا اون پیر مرد باز بهش بده. خیلی متشکرم حسین آقا. چقدر شما جوان مردی. مطمئن باشین هیچ وقت فراموش نمیکنم. نه بابا تشکر لازم نیست. اینا امونت بود پیش رئیس ازش گرفتیم. خب بریم. بریم پیش پدره. جمعش کن مهندس. بریم حالا مهندس تو من جایی میرم. سرور آقای رئیس هم از اینجا کنیم دیگه. خدا برکت بده. یالا مهندس. خدا برد ساخته باست سرور بگوید. لاشت شما. بایی تو مهندس من خواهده رو بیم. با اجازه. خب هیچ به نارم. برو برید اینه. پدر. پدر ما دوباره صاحب خونه زندگیمون شدیم. حسین آقا اونا رو برد و به ما پس داد. پدر. پدر با تو هم. آخ پدر. خدا بیا مردتش. عجب روزه. خیلی خب بس هرچی خدا بخواد همون میشه. بلنش بلنش ناراحت نباش خدا کریم. یال زود باشتی که نه بابا آدمی که صاحب همه چی میشه صاحب جذبه هم میشه. بیانش بالا. چشم. اما هنوز صاحب همه چی نشدم ولی میشم. او گوشت تنم و کردی کمی نداره حوضش جاشون باش میکنه. پریسا خانم پریسا خانم ببخشید معذرت میخوام سرزده وارد شدم. بابا این مردم کافر رو ریختم به هم. زود باشین دیگه. خیلی خوب اومدم. بگو زود باش حسین. یادت باشه فردا نهار مهمون من هست. بی تو خونه. خیلی خوب بخ برم تو اون هیکل و قواره جلال خانه چی آفرینه. اگه حسین رفیقم نبود اون مثل قیسه کنی. آره آخه این چه کاریه؟ پس تو دلت نمیخواد ها؟ والا راستش تو منو غافلگیر کردی. یعنی میخوای بگی خوشحال نیستی؟ پس تو منو دوست نداری. چرا بابا دوستت دارم. ولی نمیخوای با هم عروسی کنی ها؟ چرا چرا والا به خدا میخوام. بیا را قر نکن بیا. کیه؟ منم بابا. بیا تو مهندس. اکی تصمیم میگرفتم. سلام چیه؟ بینه مگه قراری نبود نهاره برم پش رئیسی بخوریم ها؟ چرا؟ ولی من میخوام نهارو با پریسا بخورم. بعد از ظهر میریم پیش رئیس. ضمنا تو ننگاری رم پیداش کن بیارش اینجا. میخوام یه گل ازش بگیرم. مگه قرار نشد تو دیگه با رئیس بازی نکنی و دور این کارا رو هم قلم بکشی؟ اون اصرار داره یه دفعه دیگه بازی کنی. یا شیشتونگ کافه مال من میشه یا مال اون. حالا که شانس به من رو آورده چرا بازی نکنم نصف دیگه کافرم ازش ببرم؟ تو خیال میکنی شانس بهت رو آورده یا گلای ننه گلی برات شانس میاره؟ کدوم یکی؟ قمار آخرش باخته. اگه این سدان کافرم به بازی دیگه هیچی نداری بدبخت. تو اصلا به کارهای من دخالت نکن. خودم میدونم چیکار کنم. منم میدونم چیکار کنم. زندگی من و تو به هم مربوطه. ما میخوایم با هم ازدواج کنیم. من نمیذارم بری.
بارا با ولم کن دلیباتی با رفت مهندس برو ننه رو پیداش کن بیارش اینجا زود رشم و رپتون من ما خدا عاقبت شماره به خیره با کنه برو دیگه نمیخوام ریخ عاشقه بیقرره پریسا از عشق اون پریسا بلند شو بابا بلند شو برو پیکارت یالا میزنی تو کلا مهندس تمام خیابونا رو زیر رو کردم ننه گلی رو پیدا نکردم مثل که نون شده و سگ خورده داشت حالا باید به استانها خبر بدم کجاست تو کی تو اگه این دری بابا کنی تکلا جدایی میکنه اما گفتنی بود چی شده؟ برو امتحانه بکن چرا میزنی تو آبگان؟ پشت اتاق عشقم هم نمیدونم حکسی بکنم مهندس بیا بیا بابا گلیتو بگی بده من باهای مریم همه برابرش بوده خدا دکی تو چه خبرته بابا؟ مریم جوابم بده دکی داره اینجا هیچ شباهتی به جای شلوغ پولوغ نداره مثل اینه که مثل اینکه داشتن خونه تکونه میکرد آی نره گلا بسم الله الرحمن مگه بلد نیستین در بزنین و بعد بیاین تو ببخشید که سولا آرامش تو رو به هم زدم میخواستم بگم هر چی گشتم ننه گلی رو پیداش نکردم بلنش یه شلوار واسه من به من چه برو خود دادم منم عقلم قد نمیده بیچاره پیرزم ایداد اگه تا یه هفته نتونه کاری بکنه خودشو میکشه خودش اینو به من گفت ننه گلی اینجاست؟ آن چه خوب به موقع رسیدی حسن آقا چیه چی شده؟ ننه کجاست؟ وضع بدی برای ننه پیش اومده دخترش بهش نوشته میخواد با نومزد و پدر نومزدش بیا یه هفته تو هتل هیلتون مهمون ننه باشه تو هتل هیلتون؟ چه خوش سلیقه هم خب ببینم آخه دختر ننه خیال میکنه که ننه میلیونره و تو هتل هیلتون بگم حسن آقا چطوره بری یه هفته مهمونه ننه گلی من میخوری مگه نمیدونی این لعنتی آباس تو بعده چرا میخوری نه دخترش اینه آره خیلی قشنگه بده به من
دخترم رو پس بده. این دختر منه، میخواد بیاد پیش من تو هتل هیلتون. همینجا میخواد نامزدش رو با پدر میلیونرش بیاره به من معرفی کنه. به من دخترم میخواد بیاد. خیلی خوب، خیلی خوب. بس دیگه ننه گلی، وقتی اونا اومدن اینجا تو هم خودتو نشون ندادی، خیال میکنن رفتی مسافرت، برمیگردن میرن دیگه. دخترم از خجالت دق میکنه، آبروش میره. آبروش نمیره، دست این کاراتم ندن کسی پذیرایی بکنه. باشو باشو، ببینم سفر گلات کجاست. بیا این صد تومنم بگیر، سر صورتو مرتب کن، یه پیرنم از خواهید بخر. سفر گل کجاست؟ جاست با بلستیده شدم. خب این یکیش بد نیست. بهت گفتم بسته دیگه، گریه نکن. خب بچه ها بیم بریم. دخترش چی میشه؟ به من چه که چی میشه؟ میخوای چی کارش کنم؟ بگو من چی کار کنم؟ تا روزی که دخترش برسه حتما دیوونه میشه. نه بابا، حالا مسته تا فردا صبح بالا چی ها میام؟ یکی به من بگه حالا من چی کار کنم؟ چه جوری برای دخترم آبرو بخرم؟ اون آرزو داره مادرشو با یه وضع خوبی ببینه. پیروزانی بیچو، پس چرا وایستادین؟ بیام بریم دیگه. من که میفهمم این پسر دلش از سنگه. بیبریم من که نمیفهمیم، بیان دیگه. اومدیم یالا یالا را بیفتیم بریم. پس من چی کار بکنم؟ اینا اینجا چیکار تو سام ببینی؟ آقا نگه تو خیلی مهم شدی؟ تو دیگه مسخره بازی رو بذار کنار، حالا دیگه به منم مطلق میگی؟ حسن آقا، بالاخره میخوای چیکار بکنی؟ یه کمکی بکن دیگه. شما دیوونه ها انتظار داری من چیکار کنم؟ شاید بتونی تو هتل هیلتون اونو جاش بدی. ننه گلی رو تو هتل هیلتون؟ واقعا برای یه هفته چی میشه؟ بلی نگاه کن، 160 اومده. بیا میدونم هرتر میشه خودش کسی ترک کرد. ای لعنت به این پول. خب برو، برو بازی کن، برو با اون گلی که به سینت زدی، با گل اون پیرزن بیچاره صاحب پول شانس باشو. برو، اما حاضر نیستی بهش کمک کنی. پس حالا برو، تو که میخوای به این پیرزن بدبخت کمک نکنی، بدون استادی حوزه بیا برو بهشون کمک بکن. تو دیگه صدا تو ببر. بفرمایید قربان، بفرمایید. باز این میگه قربان. به 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 به، چه لاکردار. ببین چی ساخته. عجب جا شیکی غزه تون امیری. این عیونا چه ریختی اینجا خوابشون رو بره. میبره دیگه قربان. بده تا بیرون اونو نکردن یه خود خرقل دادن. آقای کیف کردن. آقای پس کردن. بلنشو خرس گنده خجالت بکش، من اینجا جای تفریحه. پد جای چیه؟ تو خیال میکنی آدمایی که تو زندگی میکنن غم و غصه دارن؟ غصه مال ما فقیرتان غصه. اینجا جای عیش و تفریح و خوشگذرونیه. آدمای پول دارم که غم و غصه ندارن. چرا قربان، یه قصه دارن. چیکار کنن؟ چیکار کنن که پولدارتر بشن؟ بله درسته. مثل حسین که نزدیک بود به این مرض معتاد بشه. عشق به پول مثل اعتیاد به هروئینه. آدم دلش میخواد هر روز زیادترش کنی. آره آره درسته. بازن ننه گلی تشکر کنم که منو متوجه کرد و نذاشن خط سیر خودم خارج بشه. آرشگرا اومدن. بفرمایید. بفرمایید تو. مادمازل جیجی متخصص در ماساژ از دانشگاه سینشین. خوشبختم. سینسیناتی متخصص کفش و میخچی از کارگاه کمپارسیتا.
مادام کریستین سپو، حیات درجه یک، فارغ التحصیل از دانشگاه شانزلیزه پاریس. خوشوقتم شبود. و بالاخره آرایشگر زیبا، مادام مشکنبری از سالن چنبه. اوه الهی که من قربون اون آرایشت برم چنبه عزیز. اینا وردست همش. خب ننه گلی برو تو اون اتاق شروع کن، شما هم را بیافتین برین تو اتاق. یالا برو پریزه برو. نگاه کن خانم آرایشگاه. عزیزم میگم اگر کمکی چیزی بخوای خودم بیام کمکت کنم. پسر باز که داری شلوغ میکنی بیا از این بر. بیا بیا چشم برو بیا. بسته دیگه. اومدم. بسم الله الرحمن الرحیم. بابا با کی کار داشتید قربان؟ عرض میشه با حسن آقا خوش دستی کار داشتم قربان. ببخشید عوضی اومدید قربان. اینجا دولت سرای خانم آفاق و دولت قربان. آفاق؟ آها همون ننه گل رو بفرمین قربان. نه خیر، اتاق خانومی که امروز اینجا رو اشغال کردن قربان. خب شما بس ببخشین که ننه گل اینجا رو اشغال ریخته. آخو یه ریز کثیفه. اصلا ممکنه بفرمین شما اینجا چی کارین قربان؟ من مستخدم هتل هستم قربان. خواهش برو سرت کنن قربان. من یه باش که خیال کردم این آدم حسابیه. زورت باش برا بگو هستین آقا خوشی دسته بیاده اکبیری قناس گنده. چش قربان، اطاعت قربان. ببخشید گفتید اسمتون چیه قربان؟ بگو مهنت فتقله. چش قربان. سب کنه بله قربان. اول چند تا تعظیمه به ما بکن تا تلافی تعظیمه های ما در میاد. بفرمایید قربان، بفرمایید قربان کافی قربان. عب گفتی؟ ناجته ببر. میگه دارن چی کار میکنن؟ نمیدونم والا. یه آقای مهندس بسیار خشن میخوا خدمت برسن قربان. ببو بیا تو. چشم قربان. آهای گنده بیخاصیه. بله قربان. اگه یه دفعه دیگه اومدی تو گفتی قربان بیزم دک و دندت خود میکنم. من از این کلمه قربان بدم بیاد. چش قربان دیگه نمیگم قربان. بسته اینجا چقدر تو گنده. نبایی زده. آقایون معرفی میکنم خانم آفاق و دوله. ننه گلی رو باش. سلام علیکم. بای کله باش. ننه گلی رو. بره. حسین آقا، محبت های شما رو فرام. خدا عمرت بده. خدا سایه تو رو از سر من و دخترم کم نکنه. خب، تو دیگه با این ریخت و قیافه هر کسی رو که بخوای میتونی گول بزنی. حالا به یه خورده پولم احتیاج داری. بیا، دیگه همه چی درست شد. خدا عمرت بده. من فدات شم چون به یزی زمین اتفاقی رو خود قربان تو دیگه پرگام شد این خاصیه تو آخرش زیر دستبای زنا له میشی بلندش خودتو جمع کن که زن نبود آسم و قرنبه بود وقتی جاست نقا بخواه سوتی که رنگ روغنم که زدی حالا دیگه ببریم یارو منتظرته آره بریم کجا؟ تازه اول کاره، اون شوهری که قرار بود براش بتراشی چی شد؟ شوهر؟ به حسین آقا کار بارت خل بالا گره بابا تو میخوای خانمه به این محترمی شوهر نداشته باشه؟ اون وقت جواب رئیس کمپانی رو چی میده؟ رئیس کمپانی هر غلطی میخواد بکنه بکنه. حسین آقا، نسیم دختر من به نامزدش گفته که من شوهر پولدار و محترم میدارم. خب پریسا، شوهرش تو پیدا کن، هرچی باشه تو بهتر میتونی.
این تویی که به ننه گلی و شانس احتیاج داری نه من. گوش کن خانم پرس، تو ما الان باید بره بشو رئیسی، میتونی دست از این کله کتن ما برداری یا نه؟ شانسم به ننه گلی بستگی داره، اینو فراموش نکن قورباغه. قورباغه تمام هیکل تو بیمار پد ناشا. قورباغه هم پشت دست. بابا حالا دست مال نکنی نه. بس دیگه خط باقی افتاده قربان. اومدی ولش کن دکتر. نکبت. خیلی خوب من براش یه فکر میکنم. آخر عمری کارمون به کجا کشیده؟ حالا از کجا میتونم شوهر کیز بیارم؟ ببینم دکتر، شوهر از کجا میشه گیر آورد؟ ای میگه قربان قربان. چه میدونم بابا؟ از تو اوراق چیا؟ پیدا کردم. یه شوهر محترم، پشتی، پولدار. چرا به من نگاه میکنه؟ با شخصیت، با اصل و نسب. میگه بس چرا به من نگاه میکنه تو؟ همه اینه که گفتم به تو خوب میچسبه، تو برای ننگولی شوهر خوبی میشی. البته موقتی. تو دیگه غروب نده، همه علم شنگاره تو بپایی کردی. گوش کن سن آقا، دور ما رو بنکولی قلمه بگیر. اگه زنمه بپم با چشم همه تون اکاسل در میاره، فهمیده یا نه؟ خیلی خوب خب فهمیدیم، ما چشامون دوست داریم. تقیق تو اینم نده. آره نه من این کاره نیستم، بهترم مهندس رازیش کنی. هیچ کس از تو بهتر پیدا نمیشه، مهندس هم میشه راننده شو. لا لا هل لا راننده اون قوم خیشاتن زن دستی در کله ما برداخته. راست میگه تقی، تو قیافت خیلی غلط اندازه، موهات سفیده، صورت هم خیلی متشخصه، خلاصه خیلی آدم عوضی هستی. خب ننه گلی، ببخشین خانم آفاق و دوله، شوهر عزیزتون معرفه. وای قربان، من چاقم، بده بوده برو گمشو. خدا ننه، خدا پشت و پناهت باشه، خدا همیشه برات شانس بیاره. ممنونم ننه. خب خانم پریسا خانم، حالا اجازه میدید ما مرخص بشیم؟ مهندس را بیا بریم. بابا بریم پشکر اینا خلاص. خودمونیم ننه، خیلی خوشگل شدی. متشکرم خانم. آقای رئیس، تکلیف ساختمون این خونه ها که معلوم میشه؟ شما دو هفته پیش گفتین از همین امروز کارو شروع میکنیم، تا امروز ده روزه که هنوز. الان ده روزه که شروع شده. هنوز که تمام نکردی پولایی که دادن، پس چطور میشه؟ خانم آقایون توجه کنیم، توجه کنیم. نقشه ساختمون ها تموم شده. یک کمی صبر داشته باشین تا مقدمات کار رو فراهم کنیم. به شماها قول میدم تا آخر همین ماه ساختمونا رو شروع کنیم. این مهندس رو عوض کنین با یه مهندس دیگه که کارش سریعتر و بهتره قرارداد ببندین. چشم قربون. من میخوام تا آخر ماه خونه ها رو تحویل بدم. چشم قربونم. نه خیر، همین الان باید بعدش معلوم بشه. بسیار خوب رئیس، همین الان بعدش معلوم بشه. شماها بفرمایید، خیالتون کاملا راحت باشه. خواهش میکنم بفرمایید. عجب بساطی کردن، پول مردم خوردن و جلنگارم بردن. خادم این جهته ایشالله حرومتون باشه. رئیس خوب سرشون رو کلا گذاشتی، اما اگه بفهمم به جای زمین های شمال شهر مسکر آباده بهشون فروختی، اون وقت تکلیف چیه؟ ما اینجا سنده به کسی ندادیم که خونه ها و زمین ها اینجاست یا اونجاست، فقط از روی خبره. بچه چه شما این شرکت آب نمی کنه؟ آره شما بالاخره درست مثل این که کارشون خوب گرفته. آره برای همینه که رئیس به کار کافه داره میرسه. اگه امرو ببرم شما دو نفر رو شریک میکنم. اگه باخیدی چی؟ یکا باید دنباله هم اومدم بابا. بره مخ بره مخ بره مخ بره مخ بره مخ. سلام رئیس، چطوری؟ به به حسین آقا، خیلی خوش اومدین. از وقت که صاحب کافه شدی خیلی سرت چیلوک شده. آره درسته، من اینه مهندس. میخوام یه خورده گرفتاریمون زیادترش بکنیم رئیس، چطوری؟ باشه حرفی نیست، یا نصف کافه رو ببرین یا ببازین. همینه. اینطوری بهتره نه؟ بله. آره کارمون یه سره میشه، راحت میشیم. تاس میریزیم، خال بالا بریزیم. چکشو بنویس. باشه سفید امضا کن. خیلی خوب حرف رزن دیگه بنویس. میگه خیلی خوب بزازد بیا دست خرد بی شما باشه یه ریز بیتره. آخه ما چش دلمون پاکه، هر دستی سر یه دوی میزنیم. خوبه بریز حسن آقا، تا
دم کن ببینه. اینه هو امداش تقلبی میمونه حسنا. برس بینی یا شانس. تو بازی ده بیمار پد یه دانکتو دقیقی بکنه حسنا. یا شانس. یادت باشه یه دنگ منم. خواب حسن آقا، حالا یادت باشه دو دنگ منم. چکاری بکنم؟ آره میدونم، اما هنوز یه دنگ از کافه مونده. حسن آقا نامومید نشو خودهی کریم. آخه این دنگ آخری رو باید خیلی مواظب باشه، من اینم میبازم. آدم وقتی که میبازه بی خودی سلپش میره. علیکی تو لپش میگیره تا بمیری. خب حالا بگی بریز سر دنگ آخر. باشه. ناخل حالا یه دنگ طلبه توه، سر دو دنگ دیگهش باز میکن. خیلی خب قبوله. بریز. جون جوجه را آخر پاییز میشورن. یا شانس. تو بی دو جاید واز مزاجیشان هسکوت؟ نه نه هست خیلی خیلی بد. شما لازم واسکن زدی؟ بله بله پنج تا زدم که اصلا نگیرم من مرز. حالا منو ببر بیچشون. برو بریم. سلام جناب آقای کند آخه باخ. خیلی خوشبخت. شما نباید از خونه بیایید بیرون. برید از اینجا. برید. اوه خیلی معذرت میخوام که نتونستم در فرودگاه خدمت برسم. اجازه بدید دستتونو ببوسم. من نمیخوام شما اینجا باشید. برید بیرون آقا. برید. چشم میرم. حالا که شما نمیخواین من اینجا باشم هرچه زودتر برمیگردم به آلمان. بیچاره ها خیلی مرضشون سخت هست. از حال طبیعی خارج شد هر دو. دیگه پیش شما نیومد. من بیچاره مرز خیلی بد طوری دیوونش کرده. پدر بله جناب کنای آخرین بار دست شما رو بوسید. نه به ما دست نزن. به ما نزدیک نشو. از ما دور بشو. برو برو از اینجا. شما بیرون بیرون برو بیر. شبه بابا زیاد دیده بودم ما اینجور شبه بابای زرد خیلی بد مرز هست. باور کن نگاه کن از شدت مرز داره هزیان میده. خیلی زنده باشی فقط تا امشب هست. با این وضعی که من میبینم تا فردا بیشتر زنده نیست. خب سرور من خدا حافظ. چه خاطره خوشی از خدمت شما داشتم. من بهترین ایام عمرم و پیش شما خدمت کردم. خدا حافظ. خدا حافظ آقای شخلنگلین. خدا حافظ. شما ما رو بخشید کرد. شما هم ما رو بخشید. هرچی خدمت کرد به شما هم. بله لطفا با من بیاد لیست مهمونا رو تهیه. با اجازه آقای کنت. آخ اوه حالا برگردم. بره گوش بده. یواش دست بچه ایره مرد حوث باز. من به تو نگفتم به اینجور کارا دخالت بکن. به جور خودت من بی تقصیرم. به جور خودت تو همش تقصیر کند آخ نمیدن. همه کارا رو میکنی دیوی تقصیرم. شیطونه میگه همچی بزن گردنش خورد کنه. اگه شیطون آدمی حسابی بود همی حرفش گوشی میکردن. تازه این دستی پخت خودمو ملک کنی. آخه فکر میکنیم ما میتونیم صد نفر میلیونر رو دعوت کنیم. ما و ننگولی غیر از یه مش گدا و دوست کسی رو نمیشناسیم. اینا همش تقصیر توه پریسا. منو وادار کردی ننگولی رو بیارم اینجا. تو همه این کار رو دست من گذاشتی. بقیهش هم با خودت. خودت درستش کن. تو تا اینجا جوون مردی کردی. این همه پول خرج کردی و زحمت کشیدی. این یک کارم بکن. نمیتونم بابا. نمیتونم. دیگه جونم به لبم رسیده. دیگه نمیخوام به کسی کمک کنم. آخه گناه داره این پیرزن اینجوری تنهاش بذاری. به درک که گناه داره. بلند شو را بیافتین. یاله بیم بریم. بریم بابا. مسئله داری. بابا آسه. کمک کن. لا اله الا الله. بادی پسر سرغوز افتاد. جب گیریو حسین آقا ماینتی نرو حسین. برو آن دلت خوشه. سب کن حسین. این از جوون مردی بدوره. نرو این پیرزن چشم امیدش بدوره. بارو گمشو باولم کن. ببین حسین چی میگم.
این کاری که تو داری میکنی از تو بعیده. تو خودت میگفتی خوشحالی از اینکه یه کار انسونی انجام دادی. مهندس، دکتر، شماها بهش بگیم. چی بگیم بابا؟ اما حسین، ما همینطور که داشتیم قدم میزدیم یک دفعه هانت یه چیز جالبی به نظرش رسید. بگو عزیزم. نه الان موقعش نیست. آخه حالا نمیشه گفت. چرا؟ البته که میشه گفت. اما حسین، برای شماها خیلی احترام قائله. بگو عزیزم. چیه موسی هانس؟ بگو بینه. آخ من؟ یعنی نسیم و من خیلی خوشبخت شدیم. یعنی میشیم. آخ میشیم. اگر شما اجازه داد، اسم شما رو بچه ماها بود. اگر پسر بود. آخ البته که بشکرم. امو حسین خیلی دوستتون دارم. مچکر موسی حسین. من به فامیل نسیم افتکر کرد. ما نباید دیگه مزاحم امو حسین بشیم. آره. نه چه مزاحمت. چرا من میدونم تهیه برای دیدن یک مهمونی بزرگ کاری مشکل هست. خداحافظ. شما بهترین عموی دنیا هستید. آخه خورد داشتیم برسیم. حالا باید بریم بگردیم صد نفر میلیونر پیدا. اونم میلیونر دستی اولی دستی اول. بعدم بریم میلیونر دستی اولی بعدا بخونه. یالا بلنشی بیرم یه شام مفتی. یالا قبوله؟ کاما چی کار داری؟ بعد نفهمی کار مشکلی نی. دست تا من تو دماغت بکش بیرم. یالا من دست بیرم چو بلا. یالا بیرم شام کل آمدیم. ما بیاییم آیا شام یک کن برو برو بیرم. مریض دخانو میگم چطوری مردگری رو رئیس کارخونه تقاب سازی معرفی شد؟ نه این قیافش بیشتر به مزرعه داری میکنه. نه با این قیافش با آبود. ما بلکره با چی کاره شدیم؟ زب کنی ملاج. خب شد. من دلاجی رو خیلی دوست دارم. هی چیزده میکشم هی آب میدنم. چیزده میکشم آب میدنم. بازم چیزده میکشم بازم آب میدنم. دلاج نه احمق. ملاج. ملاج این کسی که زمین و ملک داره. فهمیدی؟ من نمیرم کجا بود. من تو هفت آسمون یه ستارم ندارم. مثلا داری خاک بستر. مثلا دارم. ای بچه من زمین دارم. همینی چی گفتم؟ خوب گوشاتو واکن کلا. خب زهر ما رو خوب. درست بس که کلاغ زایدته. تو رئیس کارخونه بخاری سازی هست. تموم بخاری ها که در این روز ساخته میشه مال کارخونه توه. چه داره میگی؟ این دروغه. من یه منقل حلبی هم ندارم. چه برسه بخاری؟ زمستون ها که میشه از سرما سگ بغلم میگیرم. ببین خوب راه میرم. چطوره؟ نه بابا این راه رفتن صحیح نیست. برو بابا. من تو خیابونای تهران همینجور که راه میرم صد تا تاکسی بار آخرین سیستم جلو پام ترمز میکنه. آخی خاکی بر سرت بکنه. انصافی بایستا دیگه این رو بیده ملاقه میمونه. خب همه رقمه واسه کجی نشیم. کجی نشیم. اخ نخ این آدمکی هم نمیشه. خیلی خب با سپور حالا گوشی بکن. تو مثلا قرار رئیس کار خونه یه کار خونه چی دلت میخواد؟ تو ساندویچ کار خونه نداره. نکنه کلباسه میگه. آره آره کلباس. کارخونه کلباس. خیلی خوب خیلی خوب. همه تو ساکت باشین. ساکت باشین به من گوش کنی. گفتم خفه. گوش کنی. گفتم خفه. ناکتا. ساکت باشین. ساکت باشین. پریساتو دار دستاتو ورد و برو اون طرف. بقیه هم ساکت باشین. من میخوام با تو حرف بزنم. بیا جلو. بیا اینجا پیش من. یالا خانم این طرف. بیا اینجا. خانم ها و زنه اون طرف. یالا بیا. اوی که در. شما کجا میریم؟ گفتم خانم ها این طرف. نه تو قشون نمبر. دکتر دکتر. بله. بیا اینجا. اومده. دکتر جون تو برو هتل. برو کارهای اونجا رو روبرا کن تا من بیام. امشب باید همه چی مرتب باشه. برو جونم. چشم رفتم. گوش کنید بچه‌ها. حواستون رو خوب جمع کنید. شما از سال به بعد دیگه یه مش گدای آسمون جل نیستین. اگه مثل پولدارا رفتار نکنیم برنامه امشب خیت خیت میشه. اون وقت آبروی ننگلی بیچاره به کلی میریزه. پروفسور جون تو از همه اینا عاقل تری. باید بهشون کمک کنیم. سلام و احوال پرسی رو بهشون یاد بدیم. دومتون میدونین که صاحب کدوم کارخونه یا رئیس کدوم کارخونه هستین. دیگه لازمه تکرار مکرار نیست. خب تو رجب مرده خور. بگونم نطقی که پروفسور بهت یاد داده چیه؟ اون فایده نداره. چرا فایده نداره؟ من یارو کنت آلمانی نیست. خیلی خب باشه. همم باید فنارسه باش حرف بزنم. فنارسه چیه؟ بی سواد بدبخت. تو حرف یومیتو بلد نیستی. هم کنتان به فارسی رو یاد بگید فرانسه پیش کشه. فرانسه پیش کشه.
قفه خون بگیری، ساکت باشی، گفتم ساکت باشی. چرا چی میکنی سوتی؟ من قبول ندارم، چرا صادق و ناکفه کرد؟ من ناکفه رو رئیس کردی، اون وقت من معاون بشم. آخه احمق جون، معاون که رئیس بالاتره. جمعه، من نیست بالاتره. جمعه، من بالاتر باشم. حالا یه پاسی باشم. به طوری که شما گزارش دادید، این شرکت تأمین مسکن از عده زیادی پول گرفته که براشون خونه بسازه، ولی منظورشون کلاهبرداری بوده. بنابراین باید مدیر مسئول شرکت رو که حسین خوشدست نام داره. چه؟ همه هم باید بنارسه باش حرف بزنن. بنارسه چیه بی سواد بدبخت؟ تو حرف یومیت و بلد نیستی، هم کنکنه به فارسی رو یاد بگید فرانسه پیش کشه. قفه خون بگیری، ساکت باشی، گفتم ساکت باشی. من قبول نه صادق و ناکفه کرد، من ناکفه رو رئیس کردی، او وقت من معاون بشم. آخه احمق جون، معاون که رئیس بالاتره. جمعه، من نیشه بالاتره. جمعه، من بالاتر باشم. حالا دیگه پاسی باشم. شب تو مهمونی این گلا رو بگیر دستت، برات شانس میاره. مرسی مامان جون. اوه چقدر خوشگل شدی عزیزم. دختر دلبندم، چقدر خوشحالم. منم همینطور مادر. زندگی چقدر شیرینه. آره دخترم، زندگی خیلی شیرینه. مادر چی عزیزم؟ ممکنه یه دفعه یه اتفاقی بیفته. چه اتفاقی عزیزم؟ اوه چه سوال احمقانه ای. شاید از احساس خوشبختی زیاده مادر. هیچ وقت اینقدر احساس خوشبختی کردی که دلت شور بزنه؟ هیچ اتفاقی نمیفته عزیزم، هیچ اتفاقی نمیفته. چه اتفاقی افتاده؟ نمیدونم رئیس، خلاصه بس خیلی خرابه. پلیس الان رفته سراغ حسین که دستگیرش. یلا بچه همه رو جمع کنیم، ما باید برای مدتی از شهر دور باشیم. دفاتر اصلی پیش ما، سواد به دست پلیس بیافته. زود باشین، عجله کنیم. بریم بچه ها. یلا 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 خوب گوش کنید، شما همه دوستای ننه گلی هستین، اینجا جمع شدین که به یه زن بیچاره کمک کنین، نه اینکه سر پست و مقام با هم دیگه دعوا کنین. متبسمانه باید که به افکار بیشوغوری هستیدین. اخرار چیه؟ اخیر رو عرض میشه، یعنی ایه خری بیشتر کم خراش. خب میگی گلوم خراش برداش. یالا شروع کنیم. خب یالا تمرینه میکنیم برای بچه ها. تمرینه میکنیم. من دیگه خسته شدم. حالا موقع خسته شدن نیست. اینا همش نقشاییه که تو ترک کردی، خواهیتم وایسه درستش بکن. اینا همه چی رو یاد گرفتم، فقط تعظیم کردن مونده. پروفسور کمک کن بهشون یاد بده چطور تعظیم بکنم. چشم بابا وایسه تو سب. آقا جان درست گوش کنید، هیچ کاری نداره، کار ساده یه نگاه کنید، اینطور اینطور. حالا خمشید رادشید، آقا خمشید رادشید. واقعا این کارا برای تو سخته، وحش جنگلی هم این کارا بلدن.
خب مهندس جفت جفتشون کن، باید با هم تمرین کنم. اون پیرزن بیچاره چش به راه باشه. من خشنم آقایون قاطی مردا بشن، یالا تمرینه بکنیم. خانوما هم قاطی زنا بشن، یالا دخترا پایین این راستی بشین، خمی بشین. بابا من هر چی میگم شما نگی، هم بشین راست بشین. عجب ملت احمق پیشجون، خجالت نمیکشی؟ حالا بهت میگم چی شده؟ چی شده؟ این بی تربیت میخواست. خیلی خوب بابا، خیلی خوب، بسته دیگه، تمرین کافیه. همه یاد گرفتم؟ بله نسبت بله. خیلی خوب، یاد را یاد کرد. کسی از جاش کن نخوره. چی شده آقایون؟ حسین خوشدست شما هستی؟ بله. چه فرمشی داری؟ شما به جرم کلاهبرداری از این ساعت توقیف هستی. چرا؟ کدوم کلاهبرداری؟ کدوم حق بازی؟ شما در شرکت تأمین مسکن از یه عده زیادی پول گرفتید که براشون خونه بسازید، ولی این کارو نکردید. من کسی پول نگرفتم، مال کسی رم تو حالا نخوردم. همه مردم منو میشناسن. جام سروان شما بگیم، ما آدم کلاهبرداریم. من شما رو میشناسم حسین آقا، اما مردم از شما شکایت کردن. خیلی خوب، اما شما باید به من کمک کنین که دو زصلی رو به شما معرفی کنم، همون کسی که پولا رو بالا کشیده. به هر حال شما باید با ما بیاد کلانتری، اونجا همه چیز حل میشه. ولی من الان نمیتونم بیام، ما اینجا جمع شدیم که به یه زن بیچاره کمک کنیم. اگه شما منو ببرین کلانتری، زندگی یه دختر دم بخت و یه پیرزن معصوم از بین میره. خیلی متاسفم، ولی شما باید با ما بیاید. خب مهندس برسوتی بگو دیگه، چه رئیس باشه چه معاون هیچ فرقی نمیکنه. آره راست میگی. اما گوش کن سروان، ما تو هر لباسی که باشیم انسونیم. من باید امشب واسه یه زن معصوم که میخواد دخترش شوهر بده و خوشبخت بکنه مهمونی بدم، نزد سعادت این بدبخت به هم بخوره. اما وظیفه من اینه که تو رو ببرم کلانتری. من یه تو مامور عدالت نیستی، نمیخوای عدالت اجرا بشه و به کسی ظلم نشه. چرا؟ خیلی خوب، پس با من بیایم بریم کلاهبردار اصلی رو گیر بیاریم. آخه نداره، بودو بریم دیر میشه. خداحافظ پریسا، منتظرم باش. بفرمایید، بفرمایید. ناراحت نباشیم، بره میگرده، بره میگرده، شلوغی پلوغی نکنه. خواهش میکنم شلوغی پلوغی نکنه. ممکنه براشون اتفاقی افتاده باشه. نه خیال نمیکنم. پس چرا نمیان؟ چرا نمیان؟ خدایا چقدر دلم شور میزنه. الو الو، من دکتر هستم، بگو حسین آقا صحبت کنم. حسین رو چند نفر پلیس برده. پلیس؟ برای چی؟ به جرم کلاهبرداری. به جرم کلاهبرداری؟ خودم میدونستم، میدونستم. به دلم برات شده بود که همه چیز به هم میخوره. خدای من، گریه نکن، گریه نکن ننه گلی. خدای ما بزرگه، بالاخره درست میشه. چه حتی داوردی؟ آره نه آرش، یلا حرکت کنیم. اتومبیل هایی که نزدیک تقاطع مهرآباد کرج هستن لطفاً توجه کنن. شماره 13، صدای شماره شنیدم نگوشد. ماشین شماره 1221 63 همدان، شبرلت مدل 64 رنگ مشکی به طرف مغرب در حرکت است. او را متوقف کن. شنیدم، دور بزن. الو، پاسگاه شماره 43، هنوز ماشین شماره 1221 63 همدان از این منطقه عبور نکرده. به محض عبور اطلاع خواهم داد. خودشه، تقیب شما. یالا تونتر تونتر، ما باید خودمونه به خارج شهر برسونیم و تو اون خونه خرابه همیشگی اسناد وقتی کنیم. پاسگاه شماره 43، اتومبیل شفرولت مشکی رنگ با شماره 1221 به طرف شما در حرکت، او رو متوقف کنید. صدای شما رو شنیدم، اطاعت میکنم.
فرار کنید. بیا حرکت. تکونه خودی بله شلیک میکنم. کی بستات بده؟ بیا حرکت. ایست. جناب سرما خواهش میکنم اجازه بده. این یکیش دیگه با من. باشه اشکال نداره. قربون تو. کجا داری نالوتی؟ باز ماشین را باش. کجا؟ خیار کرد. آگر جمع مزرم. نای مهدوان کرده کل وقتا. اون مردم آقا من شد. این نگاشم و دست نگه که باشی. دوزیشون اونجا افتونه ورش داری. خب اگه اجازه بدین ما دیگه بریم به زن پیرزن بدبخت برسیم. چش انتظار؟ نه مگه باید بریم به کلانتری. متاسفانه این وظیفه است. خواهش میکنم را بیافتید. باش دیگه همه چی تموم شد. ادبالش هم الگی دمت کشیده. بیچاره پیرزن، بیچاره پیرزن معصوم و بیگناه. خب بری بچه ها بری لباتاتون رو دری بیاری. بطاتاتون رو جمع کنی. لباتاتون رو دری بیاری. شلوغی پلوغی نه. پس چرا مهمون رو نایمدن؟ مگه اتفاقی افتاده؟ نسیم دخترم، اگه بنا باشه، یعنی اگه اتفاقی بیفته از مادرت متنفر میشی؟ مادر، این حرفو نزن. بیا مادر، دیگه همه چیز تموم شد. نمیفهمم، همه چیز تموم شد چه معنی؟ اجازه میدین چند دقیقه با شما اینجا صحبت کنم؟ یا، خواهش دارم، بفرمایید. من اطمینان دارم که شما میدونید من در دنیا هیچ سعادتی رو بالاتر از خوشبختی دخترم نمیدونم. نسیم پسر شما رو دوست داره بیش از اندازه. من میدونم که پسر شما هم نسیم رو دوست داره. از وقتی که نسیم به دنیا اومده فقط به خاطر یک چیز زندم، آیندهش. وقتی که دخترم نوشت مرد دلخواهش رو پیدا کرده، حس کردم که خوشبخت‌ترین مادرای دنیا هستم. کنتا فنباخ، من میدونم که سفر شما به ایران فقط برای این بوده که ما رو بشناسید، یعنی خانواده نسیم رو بشناسید. نه نه مادم، اینطور نیست. چرا چرا؟ این حق شما بوده. من شما رو شماتت نمی کنم. خیلی بد میشد اگر بعد از عروسی میفهمیدید که مادر نسیم موجب سرفکندگی خانواده شما شده. حتی برای نسیمم باعث سرفکندگیه. این حرفا رو میذارم که منو بشناسید. باید به شما بگم که دکتر، باید به شما بگم که من مهمون اومدن. چیه؟ ای دکتر، ای دکتر مهمون اومدن. قربان ببخشید آقای کند، با وجود اینکه برای اومدن این شخصیت‌های بزرگ راه بسته شده بود، باز ملزم می‌فرمه که خیلی زود خیلی خیلی خوشبخت هستم از زیارت شما. زیارتی قبولی باشه. معرفی می‌کنم آقای سعادت ناکس، رئیس کارخونه کفش و بانو. خوشبختم، نوکرتم. نیافتی قربونتم. این
میگم آقا رسوتی معاون شرکت کفش و بانو جاکر رسوتی اونه بزه کنال لامو رو بعد آخه علاقه زیادی به موسیقی داره جناب کل آقای حسن قزوینی و بانو سلام بنده حسن آقای قزوینی رئیس کل ببخشید شوهرم ماز خورده زبونش گرفت رئیس کل شرکت رئیس کل شرکت شراب قزوین با خانوم هم شراب مزه زندگی هست ببخشید مهندس بقیش تو ادامه بده آقا ابراهیم کبیر از اون ناشدهای ایام روزگار جوانی آقا حسین موشی عباق بش برو اینجا رو خلیبتی بکن آقا بیل نژاد کلنگخور برو با حسین بینیم اینا این دوتا هم عیالش هم خیلی خوب دوست متشکرم سلام علیکم چکرم ازت متشکرم ریسه خدا عوضت بده باز از اون افسر شرافتمند تشکر کنی به جای اینکه منو جلب بکنه بهم کمک کرد تا این جماعت رو برسونیم اینجا خدا عمرش بده یه خبر خوش دیگه میخوام به افتخار این عروسی واسط بخونم آرلیه ارکست بزن ببینم انتظار دو تا یار گل آزار رسیدن به هم دیگه دل هر دوشون میگه دست بزنین و شادی کنین الان میگم چه کار کنین نقل و نبات پول طلا بر سرشون نثار کنین هر کسی یاری یارو دلداری داره دوست دارم میگفتگو برسه به وصله او دست بزنین و شادی کنین الان میگم چه کار کنین نقل و نبات پول طلا بر سرشون نثار کنین شادمون باشین همیشه با هم مهربون باشین چون دلم میخواد در کنار هم شور شاته روزگار هم چشم و چراغ دوستتون باشین دکتر میخواستم یه چیزی بهت بگم بگو چه چیزی باید بگی میخواست بعدت نمیاد نه خیلی هم خوشم میاد هم مهتره چی هستی هر روزی را بندسیم دیگه بندسیم دیگه خوب موشاد رو با کن دیگه هیچ کدومتون حق ندارید به خانم ملک بگید دنه کنید من ایشون همین دیروز هست یا راست میگید جناب آقای ملک جدن از زمین به قلب تبریک عرض میکنم
قربان. باز گفت.